خب بریم توی نرم افزار ببینیم شبیه سازیم کجا ول کردیم. شبیه سازیمون رو با مدل دیستل ول کردیم. دوباره من یه سیو از دیگه بگیرم که در واقع داشته باشمش. این رو هم اسمشو بذارم اوریجینال 4 دیگه، خودم میدونم که چه خبره دیگه. اوکی، این از این هم یه وارنینگ بهتون داد. این آنالیسیس توی چیز هست در واقع، بر اساس پراپرتی هست. حالا ببینید اگه ارور داد باید این رو همین الان دی اکتیوش کنیم که دیگه مشکلی نداشته باشیم باش. خب برگردیم تو فلوشیتمون، این رو پاک کنیم. اوکی، بیا ردفرک توی تب کالم سومیش ردفرکه، میزنیم ویل میکنیم روی فلوشیت. فید متصل، دیستیلیت متصل، باتم هم متصل، فری واتر رو هم، این همین سکن لیکوید اور واتر ها، این بالاییه ویپر دیستیلیت هست، این هم متصل میکنیم. کاری به اسمش نداریم، ولش کن. اسم خودشو ولی عوض میکنیم، ردفرک بیاریم اینجا و دیگه از این قضایایی که همیشه داریم هی انجامش میدیم. خب این از این. بریم توی ردفرک. آقا نمیخوام دوباره روش کلیک کنم، بهم یادآوری کن که چجوری می آوردیمش کلا. یا نکست میزنم یا میرم توی بلاکس ببینم کدوم قرمزه. این ردفرک قرمزه، بازش کنیم میریم توش. قبل از شروع کارم من یه ریست بکنم تا یادم نرفته. خب این آقای ردفرک سه تا تب داره که قرمزه. ما از اولی شروع میکنیم. ازم میپرسه که کلکولیشن تاب چی باشه، اکولیبریوم یا ریت بیس. من فعلا اکولیبریوم میخوام کار کنم، نمیخوام برم تو مودریتینگ. تعداد استیج ها رو بهش مشخص کنید، براش مشخص کنید. فعلا برای شروع من 10 در نظر میگیرم. خب به هم میگه که کندانسور چی باشه، میخوام توتال باشه. نوع ریبویلر رو خودش گذاشته کتل، ما هم کتل میذاریم باشه. نوع ترموسیفون رو هم داره و میتونی هم اصلا براش مشخص نکنیم. خب ولید فیز رو خودش برام گذاشته ویپر لیکوید فری واتر کاندنسر، چون جریان سومی اون بالا واسه کردم اینو گذاشتم. خب کانورجنس هم استاندارده که میتونی انتخاب کنی از روی متدهای حل و بسته به سیستم که داری. یه دوتا اپراتینگ اسپسیفیکیشن هم از من میخواد. خب من چیزایی که دارم و یه مقداری دید بهشون دارم و توی مدل‌های قبلیم ازش استفاده کردم، ریفلاکس ریشیو بود و دیستیلیت تو فید ریشیو. این ماله اونم ماله. ریفلاکس ریشیو مالی رو من حدود 1.14 به این آقای ردفرک میدم. برای دیستیلیت تو فید ریشیو هم مقدار ممیز 99.95 رو در نظر میگیرم. ببینم ریزالت هم چجوری و چه شکلی میشه. یه دکمه اینجا روشن شد به اسم فید بیسیز، مال همین دیستیلیت تو فید ریشیوه. خب وقتی اینو انتخاب کنید و عددش وارد کنید روشن میشه. توی این که برید باید براش مشخص کنید که جریان فیدتون کدام جریان هست. اگر چند تا جریان فید داشته باشین ممکنه که این دیستیلیت تو فید ریشیو به یکی از جریان‌های فید اشاره بکنه. ما یه جریان فید داریم، همونم بهش میگیم که داشته باشه. برای چه کامپوننتی هست؟ برای اون کامپوننتی هست که میخوام جداش کنن از بالا دیگه استون. این از این اوکی شد. تب کانفیگوریشن هم آبی شد. تب استریمز اینجا از من فید استریم رو میخواد. میگه آقا کجا میخوای جریان ترای میکس 3، کدام سینی میخوای جریان ترای میکس 3 رو وارد کنیم. من بهش میگم که وسط برج باشه، سینی 5. یه چیزی اینجا داره، above stage، on stage، vapor، liquid. این above stage و اینا بهش میگید که آقا این فیده کجا وارد بشه، یا میتونید بهش بگید که فید من ویپر هست، لیکوید هست، کجاست. above stage که بزنید اون سینی خوراک هم برای خود خوراک استیج تعادلی حساب میشه توی ایتریشن اول کار. اگر بزنید آن استیج انگاری که دیگه ریخته پایین، رفته برای سینی بعدی. نکته رو حواستون باشه. حالا فعلا با استیج میذارمش. بریم توی تب پرشر. باید دو تا از این عددهایی که اینجا هست براش مشخص کنم. چه مدعایی هست؟ تاپ باتم داره، بالا و پایین میتونی براش مشخص کنی. پرشر پروفایل بذاری، برای استیجاش باید پروفایل دستی خودت بهش بدی. سکشن پرشر دراب هم همینطور. اگه سکشن تعریف کرده بودی برای هر کدومش که میگی که مثلا از استیج 5 تا مثلا استیج 10 سکشن 1 باشه، از استیج 10 تا 15 سکشن 2 باشه و توی این سکشن پرشر دراب مقدار باشه. ما فعلا با همین تاپ باتم کار میکنیم. مقداری که من قبلا در نظر گرفتم برای این و یه ریزالتی ازش گرفتم، کاندنسر پرشر رو 8 بار گذاشتن و استیج پرشر دراپ رو در واحد میلی بار برای هر کدوم از سینی ها در واقع 5 میلی بار گذاشتن. فکر میکنیم که دیگه اوکیه قضیه. آره دیگه همه چی آبی شده. required input هم complete. next رو میزنم. اوکی. بریم توی کنترل پنل ببینیم شبیه سازیمون با این داده هایی که بهش دادیم ران میشه یا نه. آره. خب همه چی اوکیه، وارنینگ و ارور هم نداشتیم. بریم ریزالت ها رو ببینیم. توی تب استریم، توی گزینه استریم برای ریزالت ها بالا و آب و MIBK همینجا برامون گذاشته، قبلا بهش داده بودیم. ببینیم چجور جدا کردم. آقا استون رسونده به 91 صدم با این مقادیری که من بهش دادم بالای برج. من می‌خواستم 95 صدم باشه. خب چیکار کردیم بچه‌ها؟ اومدیم تو مدل‌های ریگوروس. بنابراین میتونیم دیگه بریم دیزاین اسپسیفیکیشن براش بذاریم. خب دیگه دستمون باز. کجا بود دیزاین اسپسیفیکیشن؟ توی فلوشید آپشن دیزاین اسپکس. خب یه دونه نیو تعریف می‌کنیم DS1. خب وریبلم رو اسمشو میخوام چی بذارم؟ اسمشو میخوام بذارم ACT مز فرکشن. تعریف شد. چی هست؟ چه کاتگوری استریم؟ تایپش چی میخوام باشه؟ مز فرکشن. مز فرکشن تو کدام جریان؟ جریان بالای برج DSL استون. چه کامپوننتی؟ خب کامپوننت استون. دیفاین هم اوکی شد. برم تو اسپک همون ACT MF. تارگت هم میخوام چقدر باشه؟ 95 صدم. با چه تالرنسی؟ 201. وارد تب وری میشیم. چه نوعی هست؟ نوع بلاک پارامتر هست دیگه. خب دیگه مزفلو و اینا نیست، یه پارامتر مربوط به یک بلاک هست. بلاک وری. کدوم بلاک؟ بلاک ردفرک. میخوام وریبل رو پیدا کنم. آقا این یه لیست درازی به من داد که سخت پیدا کردنش. یه ذره‌بین گذاشته اینجا، دوربین گذاشته اینجا، این برای سرچ کردن هست. فعلا میخوام ریفلاکس ریشیو رو عوض کنم. ریفلاکس ریشیو. ریفلاکس ریشیو که بهش داده بودم از نوع مولی بود. مول آر آر اسپسیفاید مولار ریفلاکس ریشیو. این همونی هست که من میخوام. سلکتش میکنم. اینم مربوط به خودش هست. میخوام بهش بگم که از چه مقداری تا چه مقداری تغییرش بده. برام توی بلاکم یادم بیاد میام چه مقدار گذاشته بودمش. توی تب کانفیگوریشن 1.4 هم گذاشته بودم. آقا بهش میگم که بیا اینو از 1 تا 10 تغییرش بده. ببین به جواب میرسی یا نه. یه رام بکنیم. خب مثل که به جواب رسید. بریم ببینیم چه مقداری در نظر گرفته برای ریفلاکس ریشیو توی همون DS1 دیزاین اسپسیفیکیشن یکم که اسم اون بود. تب ریزالتش مانیپولیتد وریبلم که همون ریفلاکس ریشیو بود و از 1.4 شروع شد، این رسونده به 2.2. از طرفی هم استونم رو از 91 صدم رسونده به 95 صدم. خب این از این. یه راه دیگه هم که داشتیم میتونستیم قبل از اینکه اون دیزاین اسپسیفیکیشن ران بشه این تعداد سینی رو یکم بیشترش کنم. بکن 20 تا. قراردادم هم فعلا این هست که فیلم سینی وسطی وارد بشه. میذارمش در. همچنان با استیج. یه بار دیگه ران کنیم ببینیم چی میشه. خب دوباره بریم توی ریزالت های دیزاین اسپسیفیکیشن. آقا این کمتر شد. ریفلکس ریشیوش طبیعی هم هست دیگه. این هم رسونده به 949 که همون 95 صدام هست. خب دیگه این بحث دوباره میان سر همون قضیه ترید آف بین اپراتینگ کاست و اکویپمنت کاست که بر اساس اون چیزایی که شما خودتون از شبیه سازی و خرج و مخارجش سراغ دارین اینو میتونید ست کنید، انتخاب کنید، برید جلو. خب بریم سراغ ریزالت های خود برج. توی ردفرک بخش ریزالتس داره، اینو باز کنیم. ست تبر رو داره بازم. ببینید بخش اولش در مورد ریزالت های کاندنسر یا همون تاپ استیج پرفورمنس است. دمای بالا رو بهتون داده، هیت دیوتی کاندنسر رو در واقع بهتون داده، واحدش رو میتونید تغییر بدید کیلوجول بر ساعت. منفی هم هست چون که انرژی داره از سیستم خارج میشه. ریفلاکس ریشیو، ریفلاکس ریت و بقیه ماجرا رو داره. برای مشخصات ریبویلر هم اینجا رو میتونید نگاه کنید. هیت دیوتیش رو بکنم کیلوجول بر ساعت، یه مقایسه بکنم. 77252 ممیز 1 کیلوجول بر ساعت این هیت دیوتی میخواد ریبویلره. میتونید با این برید محاسبات اقتصادیتون رو انجام بدید، ببینید خرج این ریبویلره چقدر میشه. تب بالانس رو هم داره مثل قبلیا که باز اون ارورا رو به همون داده، relative difference input output بر اساس ماس بالانس رو اینجا داره. آنتالپی باز هم جای شک داره که میتونید تغییر بدید و ازش استفاده کنید. تب اسپلیت فرکشن رو هم داره که میگه که چه مقداری از کدوم مادهتون اومده تو کدوم جریان. علاوه بر این یه گزینه پروفایلز هم زیر ریزالت داره که ریزالت های هر کدوم از سینی ها رو بهتون داده. آقا اینجا بالاش سه تا تب به من داده، TF، TPF، QP. دما و فشار و هیت دیوتی و فلوآ و اینا اینجا هست. اگه میخواید به اینا دسترسی پیدا کنید. اگر کامپوزیشن ها رو خواستی برو تو تب دومیه، استیج 1 کامپوزیشن استون چقدره توی فاز لیکویدش بر اساس بیسیس مس، واتر و MIBK. کی ولیو میخوای اینجاست. خب بر اساس ریزالتی که میخوای میتونی پیداش کنی. من میخوام دمای هر سینی رو بکشم. یادتون بیاد به این گزینه کاستون. X اکسس چی باشه؟ استیج. خب و میخوام چی رو رد کنم؟ دما، تمپریچر، اوکی. دمای هر سینی رو برام کشیده که چه مقداری هست. حواستون به این قضیه باشه که دیگه این ریزالت ها رو هم دارید و هر کدومش رو دوست داشتید و خواستید میتونید برای خودتون یا برای گزارش هاتون رسم کنید و ازش استفاده کنید، در واقع نتیجه بگیرید از شبیه سازیتون و ادامه ماجرا. بحث برج های تقدیر رو فعلا میبندیم، بعدا توی مثال هامون احتمالا از استفاده خواهیم کرد چون که ما مثال های کامل تری میخوایم حل کنیم. فعلا باهاش آشنا شدیم و دونستیم که چیا داره و چه کاربردی داره. فعلا